واقعیت این است که ما وقتی از ابتدای این سال تحصیلی نگاه میکنیم، به هر حال جنبش دانشجویی یکی از محلهایی بوده که میشه گفت پایگاه‌های اصلی این جنبش انقلابی ایران بوده. هر روز ما در دانشگاه شاهد اعتراضات دانشجویی بودیم به اشکال مختلف، تحصن، اعتراض و کارهای مختلف، حتی کارهای هنری که انجام میدادن، و جنبش دانشجویی در واقع به نوعی خودش هم میشه گفت زنده شد امسال. یک ویژگی بسیار مهم این است که به هر حال بخش مهمی از معترضین هستن که در دانشگاه ها حضور دارن، شجاعت هست، خیلی ها بهش اشاره کردن. میدونیم که چه اتفاقایی در همین چند ماه اخیر در برای دانشجوها افتاده، چقدر دانشجو بازداشت شده، چقدر ممنوع الورود شدن به دانشگاه، چقدر دانشجوها در واقع احکام انضباطی گرفتن یا محرومیت از تحصیل پیدا کردن، چه تلفن هایی زده شده و اونها تهدید شدن، خودشون، خانواده هاشون، نیروهای لباس شخصی که به داخل دانشگاه اومدن با اینا درگیر شدن، ضرب و شتم کردن، اتفاقاتی که واقعا بخشش میشه گفت بی سابقه بوده در این چند ماه افتاده برای سرکوب دانشگاه. ولی میبینیم که جواب نمیده و هنوز دانشجوهایی که میدونن هزینه داره فعالیت‌هاشون و کارهایی که انجام میدن چقدر شجاعانه میان حرف میزنن، شجاعتشون رو در شعارهاشون میبینیم، در چنین صحنه‌هایی میبینیم که تریبونی پیدا میکنن، برنامه‌ای که طوری در واقع ترتیب داده شده که از طرف حاکمیت، از طرف نیروهای نزدیک به حاکمیت، که مثلا آقای زاکانی بیاد اونجا یه سخنرانی بکنه، اون پایینم نزدیکان حکومت، بسیجی‌ها، اینا بشینن و تشویقش بکنن، یک دختری میاد بی حجاب سوال میپرسه، اینطور به چالش میکشه. این یک نقطه بسیار مهمی در این مبارزات هست. من فکر میکنم جنبش دانشجویی در همین سوالها و در همین بیانیه‌هایی که داره نشون میده که خودش رو بخشی از اون جنبش کلان انقلابی میدونه که دنبال تغییرات سیاسی کلان هست، دنبال این هست که یک سیستمی رو بر اساس دموکراسی برپا بکنه و به نوعی دادخواهی بکنه، دادخواهی از ظلم و ستمی که در این 43 سال بر مردم ایران گذشته، ظلمی که از همون ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی شروع شد. برای اون اول گریبان مقامات حکومت سابق رو گرفت، میدونیم که اعدام‌هایی که انجام شد، اعدام‌هایی که نه تنها روال دادرسی عادلانه که هیچ، روال یک دادرسی معمولی رو هم نداشت و مرحله به مرحله گریبان همه گروه‌های سیاسی و مردم عادی رو گرفت. به هر حال جنبش دانشجویی می‌خواد اگر بتونه در کنار سایر مردم این حرکت رو به سرانجام برسونه که نقطه پایانی بذاره بر این ظلم 43 ساله.